هم میخوام یه مرور سریع داشته باشیم زندگی ورزشیتون رو. شما از سال 34 تا 42 تو اصفهان فوتبال بازی میکردیم، فکرم 16 سالتون بوده شروع کردیم. چی یادتون اون دوره؟ بخواین اگه مقایسهش کنیم با فوتبال الان اصفهان. ما اون موقع با اتوبوس میرفتیم، با خودمون لحاب دوشک میبردیم، مثلا تو یه مدرسه میخوابیدیم. ولی الان بهترین هتل‌ها در اختیارمون هست، خیلی فرق کرده. الان یه چیزای دیگه اصلا روانشناسی هست، الان فرض کنیم فیزیوتراپی هست، فیزیولوژی هست، آناتومی هست، اینا هست. من براتون بگم، من سال 40 سال 73 که رفتم برق شیراز، چه چند سال میشه تا حالا؟ 23 سال. 23 سال پیش من کامپیوتر بردم، آنالیزور داشتم. این کاغذ وقتی من دستم بود میرفتم سر تیم برق، بچه‌ها لرزه به تنشون میافتاد که حالا آقای یاوری با استناد اومده سراغ ما. آره چند تا پاس بعد دادم، چند تا دیری به بعد دادم و به هر حال خیلی مسائل دیگه. بخاطر اینکه بخواستین پاس بازی کنین رفتین نظامی شدین یا نه کلا دوست داشتین؟ ببینید، ما اون موقع خب هر حال جذب میشدیم، من دیپلم گرفته بودم و اون موقع خدا رحمت کنه دکتر اکرامی میخواست من برای شاهین، ولی چون بازیکن تیم ملی شدم باشگاه پاس هم شروع کرده بود 20 بازیکن تیم ملی در رشته‌های مختلف میگرفت. آقای تیمسا صادقی اومد اونجا لب آبخوری داشتم آب میخوردم، باور کن توی مدرسه تو اردومون، گفتش که اسمونی یادم نمیره، خدا رحمتش کنه، گفت اسمونی دوست داری بیاد دانشگاه پلیس؟ ما گفتیم بله آقا. همینجوری اینجوری گفتم بله آقا، اومدیم پس فرداش دانشگاه پلیس. از داستان چیت به این پیشنهاد نورنبرگ سال 44 سه هیچ اومد پاس و برد تیم، بعد شما رو مسکین میخواستن. بابا چون دیگه چی هست؟ واقعا ما بازی داشتیم با تیم نورنبرگ، مربیشون گفت همه ی بازیکن ایران خوب بودن، اما یاوری یه چیز دیگه ای بود. هموش هم تو سفارت آلمان دعوت داشتیم، همه بودیم، مربیشون به آقای اسدالله خدا رحمتش کنه گفتش که ما این بازیکن شما رو می‌خوایم، گفت این نظامیه نمیتونه بیاد، این دانشجوه. آیا ولی لذت می‌بردین از بازی تو پاس یا نه؟ چون اواخر نه لذت کلا نمی‌بردم. می‌خواستم برم ترکیه که بازیمون تموم شد، با بورسا تموم شد، اومدیم کنار ساحل شب نشستیم و بعد به هر حال برای شام و اینا آماده بودیم. من گفتم چیکار کنم که اینا از من ببرند؟ یکی از دوستانم سیگار می‌کشید، نمی‌گم چیه، همچنین داشت میکشید، من جلو اسدالله یا سرتیمسار در بردم گرفتم و شروع کردم به کشیدن. گفتم این حال از من بعدش میاد، میگم برو بابا هر جور میخوای بری برو. 50 دستش درست شد، نخواستم، نذاشتم بازی کنم، جای دیگه هم نذاشتم برم. فردا که تیمسار من گفتش که آقا یاوری شما میتونی فقط بیای تمرین، گفتم خب من از برم باشگاه دیگه، گفت نه نیروی انتظامی نمیتونی، شما دانشگاه پلیس هستی نمیتونی بری. هیچ آقا پس برداشت منو گذاشت داره تیم شهربانی، تیم دوم پاس. از اون زمان، همون زمان من شدم مربی، یعنی سال 50 49 یا 50 و همینجور کار کردم 43 سال. چند سالتون شما؟ من 36 سال. 43 سال من مربی هستم، یعنی شما بابات هم به دنیا نمیده بود نظرم. نه دیگه بابتون بوده، بابت پدرتون بوده. آیه یاوری تمام شاگرداتون همه متفق القول میگفتن آقا اولین فاکتور محمود یاوری نظم و انضباط بوده تو تیمایی که داشتیم و یکی هم یه ذره سختگیر هم بودین دیگه. خب ببینید، میگن نماز رکن دینه، خب انضباط هم رکن پیروزیه، انضباط نداشته باشی موفق نمیشی. اینه که پس باید چیکار کنی؟ وقت مربی از خودش، من سر هر تیمی میرفتم نمیگفتم باش خود چرا دیر اومدی، خودم نیم ساعت زودتر میومدم، اون خجالت میکشید که دیرتر از من بیاد. من سخت کوش بودم، سخت گیر نبودم. چه خاطره دارین از دورانی که تو تیم ملی بودین، حالا جوانان بعد به عنوان دستیار بودین؟ ببینید، من 8 دوره مربی تیم‌های ملی بودم، 4 دوره با جوانان کار کردم، 1 دوره سرمربی تیم امید بودم، بعد مدیر فنی تیم‌های ملی هم بودم، مدیر فنی تیم امید هم بودم، سرمربی تیم ملی هم بودم. اگه 1 ریال به عنوان حقوق شما گرفتی، من گرفتم. هیچ. آیا ولی یه بحثی هم از تیم ملی، شما نتیجه خوبی گرفتین در آستانه جام ملت‌های 1964، اما یهو رفتین کنار دیگه. آها ببینید، ما وقتی که رفتیم، شفاف بگین که وقتی رفتیم اندونزی، خب 6 تا بازی کردیم، 6 تا پیروزی داشتیم، 22 تا گل زده، 2 تا گل خورده، نه یک اخطار نه یک اخراج. آقای صحابه که رئیس فدراسیون بود، مدینه دوم بود تو مکه، رفت مکه دیر میومد،
من بعد از بازی رفتم صورتو دادم ببرم پیش آقای کبریایی. ایشون بعد که از من صحبت کرد اینا 35 نفر می‌خواستم بدم، درست دو تا بازیکن صحبت کرد. گفت اگه میشه نظرت راجع به این دو تا چیه؟ گفتم من اگه 100 تا بازیکن انتخاب کنم اونا انتخاب نمی‌کنم. خیلی راست. من میرم بیرون پشت این در اینقدر مربی هست، چرا بیا مشورت؟ اصلا بگو میذارنش. آقا بعد از من مربی بعدی گذاشتش تو بازی. هر دوشون هم بازی کردن. اونا که حالا من اسمشون نمیتونم اسمشون بیارم. این چند سال آخر یه سری رکورد هم زدین. شما توی سال 89 سه تا تیم سرمربی بودین. سبا، پاس همدان، بله. استیلازی. بله. سال 91-92 هم 4 تا تیم بود، یعنی اول فیض سپاسی بودیم، بعد توافق نشد برای سال بعد رفتین زوبان پلی آف، بله. بعد مثل کرمان و بعد دوره فیض سپاسی. چجوری رکورد داره؟ ببینید میخوان دیگه. ببینید یه موقع آقای حبیبی خدا حفظش کنه، آقا تو 11 ما 4 تیم تو دنیا نداریم، آقای فوتبال آقای حبیبی هم همه میگن حسن آقا، ایشون گفت در مورد من آقا میخوانش کار میکنه میخوانش. اردیبهش 92 تا مثلا فروردین 93 تو 11 ماه 4 تا تیم تو دنیا نیست. خب بنویسم تو ببینید دفتر گینس. خب ببینید تو کتاب گینس بنویسم تو. من خواهم دیگه اونجا نشستیم حرفای داره به درازا کشید، آفتابم زد و گفتیم کلاهتون میسوزه، اومدیم اینجا تو سایه. نه آقا خاطره شیرینی داری این دوران برجسته‌ترینش کدومه؟ خاطره میتونم ازتون در مورد آخرای بازیام بود براتون بگم. تیم ارتشای ایران رفتم یونان بازی داشتم. خب من بازیکن اصلی میشناسم باشم، ولی چون روز اول سرم خورده بودم آقای رنجبر خدا رحمتش کنه آقای همایون شارخ رو گذاشته، خوب بازی کرد همایون تا آخر. روز آخر رسیدیم به فینال بین یونان و ایران، خیلی بازی خشن شده بود. خب منم فراتم خوب بود، ولی خب دیگه رنجبر اونو میذاش خوب بازی کرد. آقای تیمسار صادقی از اون بالا خدا اونم خدا رحمتش کنه از اون بالا داد میزد چه رنجی محمود گذاشت تو بازی. اونا با خیلی عیاق بودن. گفت چشم، چشم. هی گفت چشم، چشم دفعه بود بعد یه رسید به تقریبا 20 دقیقه اول نیمه دوم. گفت رنجی، محمود رو تو بازی. گفت من برو تو باز. ما رفتیم تو از این مرد نیمکته. ما بود رفتیم تو زمین. یکی از این بازیکنان یونان اومد زد به بغل من. منم با لگه زدم پشت پاش. داور گفت بیرون. من از من بدم تو، از اون رفتم بیرون. رنج تیم سال ندید. این مطر به رنجبر گفته چه رنجی؟ گفتم محموده بذار. گفت گذاشتم پدرم رو در بود. یه دقیقه نگذارد ثانیه بابا کن 10 ثانیه 15 ثانیه ماشالله میزنی عمل هم خانم آقا؟ نه میخوردم، نه نمیدادم خودشو میخوردم، من چکار داشتم؟ نه بدم هم میخورد به همون میخوردم. من میخوام یه دو تا سوال تک کلمه این فقط میخوام ازتون بپرسم. بهترین تیم باشگاهی که تو شما مربیگری کردین حالا بجز سپاهان؟ شاهین بوشهر. این لذت بوری شاهین بوشهر چون اسم شاهین داشت. من همیشه تو زندگی شاهین خیلی تاثیر بزرگترین حسرت ورزشیتون الان اگه یادش بیفتی میگین کاش این اتفاق میافتاد برام؟ ای کاش مربی ما معلم مانند داشتم. تاسفونه میخورم برای همینه که من همیشه وقتی سر تیما میرم بعد از مدتی عاشق بازیکنان میشم و به بچه‌ها میگم بیان تو دل هم بریم. تو دل هم رفتن خیلی مسئله حل میشد. اون موقع کسی نبود که من برم تو دلش. اگه الان زمان عقب برگرده چه کاری رو که انجام دادین دیگه انجام نمیدین؟ شیطنت هایی که مربوط به جوانی بود خب نمی کنم دیگه. همین کاری که کردم که باشگاه منو بذارید بیرون همین کارو نمی کردم. من یه خاطره دیگه دارم از خودم و آقای تابشو تیم سپاهان. یه روزی یادم میاد سال قبلش من مربی بودم با آقا منصور، بعد آقا منصور شد مربی من نبودم سال 65. وضعیتم خیلی بد شده بود، واقعا طوری بود که خیلی آیتابش تحت فشار بود. آدم نبود که مثلا مسئولیت رو لوس کنه یا فلان کنه. اومد با من صحبت کرد که فلانی در وضعیت هست که باید بیای کمک کنی. ما یه خانواده هستیم، دور و نزدیک هم شما بکرم بودیم. گفتم که باشه من حرف ندارم. 45 روز زودتر تمرینات رو شروع کردم که بچه ها باور کنید توی سرمایه سخت که میگفتن سنگ میتره که تمرین میکردند. یه نکوبی نشتیم
احمد رضا اینا واقعا میادن بدون اصلا مسئله مالی منتاش خب کمکی شد از طرف باشگاه 500 هزار تومان 350 تومان هم پول سال قبل بود که گرفت این تیم با 850 هزار تومان که الان تو جو هرگون از ما بگردی پیدا میشه 850 تومان در مقابل تیم های دیگه قهرمان شد و خیلی جالب بود شب مراسم که خب آقای تابش به اون عواملی که آقای دوستان هستند حاجمتی غفرانی حاجمتی بقایی خدا رحمتشون آقای اکبرز و خدا رحمتشون آقای باقر نجات و آقای بخشی و آقای احمد آقا بشتون اینا بودن کسونی که واقعا از این باشگاه رو کمک شدن به آقای تابش اینا بر مگه جبه 10 تا 3 دو که حاج اکبر میگفت بزرستان با یه شاخ گل و میخواستم به من تقدیر کنم خیلی هم میشد اون موقع 10 تا 3 به زمان خودش هم مثال 10 تا 3 حالا بود دیگه برای خودش از هر کاری کردن من اینو نگرفتم گفتم وای تو بجاز من خواستم من بیام کمک کنم من بودم کمک کردم خوش نمیدم یه گرم من حقوقی فقط مایی 2 تومن یه تومن به باشگاه بزن به احمد جعفری مثلا مایی 2 تومن میدادیم یه دم بیاد و بعدم تیم قهرمان شد یک ریال حتی هر کاری کردن اونو بر نداشتم میخوام بهتون بگم که مناعت تب یک تعصب نسبت به اون ایده و اعتقادی که آدم داره اینه و من فقط همون یه شاخ گلا برداشتم هیچ وقت هم نمیره که واقعا چه به خودم میبالم که تونستم اون چیزی که از من خواسته شد انجام بدم.